صفحه 21 جلسه پنجم آموزش ستار از کتاب استاد ذوالفنون انگوش گذاری روی سیم‌های سوم و چهارم رو به ما یاد میده. گفتیم که ستار 4 تا سیم داره که البته در قدیم 3 تا سیم بوده و بعد بهش اضافه شده یک سیم. الان در حال حاضر 4 تا سیم داره که سیم سوم و چهارم به حالت جفت حساب میشن، یعنی با هم دیگه گرفته میشن روی دسته ساز و با هم دیگه هم مضراب میخورن. یه توضیح تکمیلی اگر بخوایم بدیم، سیم چهارم ستار گفتیم که قطرش از بقیه سیم‌ها بیشتره. هرچی قطر سیم بیشتر بشه صداش بمتر میشه. کوکی هم که انجام دادیم سیم چهارم نسبت به سیم اول یک اکتاو بمتر کوک شد. پس معمولاً انگوش گذاری روی سیم‌های سوم و چهارم رو بهش میگیم انگوش گذاری روی سیم بم. به صورت خلاصه بخوایم بگیم که موقع نوت‌خوانی اذیت نشیم، از این به بعد به جای اینکه بگیم انگوش گذاری روی سیم‌های سوم و چهارم میگیم انگوش گذاری روی سیم بم. اگه به تمرینش دقت بکنیم میبینیم زیر نوت‌ها 8 انگلیسی گذاشته. موضوع از این قراره اگه بخوایم که دستباز بم رو در نظر بگیریم، دو هست منتها دوی که نسبت به سیم اول یک اکتاو بمتره. اگه بخوایم دقیقاً این نوت رو روی کاغذ نشون بدیم باید 4 تا خط اضافه زیر حامل بکشیم و سر نوت رو زیر خط چهارم بذاریم که دیگه نوت‌خوانیش برامون خیلی سخت میشه. اگه بخوایم زیاد از سیم بم استفاده بکنیم تعداد خطوط زیر حامل زیاد میشه، نوت‌خوانیش برامون سخت میشه و راه حل اینه میایم که نوت‌هاش رو مثل سیم اول نشون میدیم، یعنی جای نوت‌های دور میفا که رو سیم اول یاد گرفته بودیم روی کاغذ روی سیم بم هم همون جاها در نظر میگیریم، ولی زیرش 8 انگلیسی مینویسیم به معنی یک اکتاو بمتر که اینجا میفهمیم باید اون نوت روی سیم بم اجرا بشه، چون اکتاو فاصله 8 بود در جلسات تئوری توضیحش رو دادیم. در نتیجه نوت نویسی این صفحه مثل نوت نویسی صفحه یکی که روی سیم اول به ما انگوش گذاری یاد میداد، تفاوتش اینه که زیر همه نوت‌ها 8 گذاشته و یعنی یک اکتاو بمتر. یک نشون دیگه هم برای سیم بم به کار میره، خط منحنی یا هلالی که بالای علامت‌های انگوش گذاشته می‌بینیم اینجا که اون هم نشونه سیم بم هستش. منحنی سیم دوم رو دیده بودیم، سیم بم رو هم توی این درس می‌بینیم که اون هم نشونه سیم چهارم و سیم بم هستش. تمرین اول نوت‌های دووره رو داره. روی سیم اول دیده بودیم دو دست باز و جای ره رو هم دیدیم. همین شکل روی سیم بم دو دست باز بدون اینکه پرده ای رو بگیریم، دست باز یا مطلق. نوت ره همون جایی که روی سیم اول ره بود، حالا میایم جفت سیم رو روی جفت سیم آخر همون نخ رو انگشت گذاری میکنیم. در اینجا انگشت اول برای نوت ره به کار برده به این شکل. خب تمرین اول رو به صورت پیوسته اجرا میکنیم که نوت های دو و ره رو شامل میشه. دقت کنیم همونطور که در مورد سیم دوم گفتیم وقتی مضراب میزنیم به سیم دوم انگشتمون به سیم اول نباید بخوره، اینجا هم همینه. وقتی به سیم سوم و چهارم یا سیم بم داریم مضراب میزنیم دیگه انگشتمون به سیم اول و دوم ستار نباید بخوره که صدای اضافه ایجاد نشه. تمرین بعدی شبیه همون تمرینی که برای سیم اول دیده بودیم، نوت می رو اضافه میکنه. روی سیم اول دیده بودیم که سه نخ بعد از ره میشه می، یعنی فاصله ره و می یک فاصله یک پرده ای هست از لحاظ موسیقایی که سه تا نخ باید طی کنیم تا به نوت می برسیم. اینجا هم همونه، روی سیم بم ره رو که دیده بودیم همون جایی که روی سیم اول می بود روی سیم بم هم نوت می اجرا میشه که در این تمرین با انگشت دوم خواسته می رو به این شکل. تمرین دوم تمرین سوم نوت فا رو هم اضافه میکنه. دیده بودیم روی سیم اول فا یک نخ بعد از می میشه
که گفتیم فاصله میتافاز جز فاصله های نیم پرده ایه. روی سیم بم هم به همین شکل. می رو که یاد گرفتین، نخ بعدی فا میشه که اینجا با انگشت سوم از ما میخواد. تمرین سوم رو به صورت پیوسته میزنیم که مجموعه نوتای دو ره می فا رو روی سیم بم برامون نشون میده. پس تا به اینجای کار انگوش گذاری روی سیم بم رو هم یاد گرفتیم. اگه بخوایم جمع بندی بکنیم، یه ویدیو داشتیم که روی سیم اول توضیح دادیم نوت‌های دو ره می فا رو، چهار نوت. یه ویدیو داشتیم که روی سیم دوم سول لا سی دو، و ویدیو امروز هم روی سیم بم دو ره می فا. و تمام نوت‌هایی که تا به اینجای کار دیدیم همه سیاه بود، یک ضرب بود و یا سکوت سیاه بود که به اندازه خود نوت سیاه یک ضرب سکوت می‌کردیم. و در تمرینات بعدی کشش‌های مختلف دیگر رو هم می‌بینیم و می‌تونیم بگیم که حالت کلی انگشت‌گذاری روی دسته ستار رو دیدیم که انگشت‌گذاری روی سیم اول باشه، روی سیم دوم و روی سیم بم. فقط این حالت می‌تونه گسترش پیدا بکنه تا روی هر سیم تا انتهای دسته بیاد، که در تمرینات بعدی هم نوت‌های جدید از لحاظ اسم می‌بینیم و هم از لحاظ کشش می‌بینیم که در ویدیوهای بعدی تمرین‌هاش رو توضیح می‌دیم.